بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز، امروز 28 می 2020 هست و من نظام الدین میساقی امروز میزبان برنامه شما در رادیو و تلویزیون کبیر هستم. شاید هم این برنامه رو از طریق پادکست دانشکست بهش گوش میدید. میخواستم که یک گزارشی در مورد آخرین ها در مورد ویروس کرونا رو با شما در میون بگذارم. مقداری خبرها رو سعی میکنم به صورت خلاصه براتون بگم که آخرین ها چه هست و در کجا قرار گرفته. اول از این که سازمان بهداشت جهانی که WHO نام داره، یک نامی رو انتخاب کرده برای کسانی که در واقع اطلاعات غلط به دیگران میرسونن و انقدر این اطلاعات غلط رسوندن و صحبت کردن راجبش فراگیر شده که بر وزن کلمه پاندمیک از واژه اینفودمیک دارن استفاده میکنن، که در قبال این مشکل ویروسی که الان جهانگیر شده، ما با یک مشکل در واقع یک ویروس نمای دیگر به نام اینفودمیک مواجه هستیم. این هست که این مسئله خیلی مهم هست، مخصوصا در زمانی که خیلی مجهولات زیاده و بسیاری چیزها نادانسته هست. متاسفانه اطلاعات غلط هم خیلی رشد میکنن و شاید اینها میتونه خودش زیان‌آور باشه برای کسانی که این اطلاعات رو بهش گوش فرا میدن و فکر میکنن اطلاعات درست هست. ما همیشه سعی میکنیم که از طریق این برنامه آخرین ها و درستترین اطلاعات رو به گوش شما برسونیم. حتی اگر یک چیزی به نظر 2 هفته پیش درست می اومد و الان درست نمیاد، دوباره اون رو تصحیح می کنیم، برای اینکه علم همیشه در واقع یک پدیده ایست که اکتشاف در اون بنا به تعریف رواج هست. اگر یک چیزی الان خلافش ثابت بشه، دوباره این رو میگیم که در واقع قسمتی از این اینفودمیک نباشیم. در این حال دوست داریم که در فضای فارسی زبان این اطلاعات رو به گوش همزبانان و هممیهنانمون برسونیم که اونها هم بتونن بهره ببرن. خیلی از روش‌های درمانی کرونا رو که راجبش میشنویم، اینها چیزایی هست که واقعا تعریف نشده است و معنی خاصی نداره و متاسفانه بیشتر کسانی بهش مبادرت میکنن که شاید کارشناس نیستن در رشته های پزشکی. و خب متاسفانه این ممکنه حتی از دوستان شما یا آشنایان شما، پدران مادران شما بهتون گزارش بشه که فلان چیزو بخور برات خوبه. خب شما ممکنه که بهشون بگید خب لطفاً دیگه به من نگید این رو، ممکنه قطع بکنن یا مقدارشو کم بکنن، ولی دوباره بعد از 1 هفته 2 هفته این عادت شروع بشه. خب اونها هم دوست دارن که بهترین اطلاعات رو در اختیار شما بگذارن، منتها ممکن هست که دسترسی نداشته باشن به اینکه چه اطلاعاتی قابل اعتماد هست و چه اطلاعاتی نیست. من میخواستم که چند تا راهنمایی بکنم اگر در شرایطی قرار میگیرید که اطلاعات نادرست به شما داره داده میشه، که چطوری با این مقابله بکنید. اول از این که یک نفر اگر به شما بگه که بر فرض مثال روغن بنفشه برای شما خوب هست برای مبارزه با این ویروس، بهش نگید نه روغن بنفشه خوب نیست. با همین تکرار کردن واژه روغن بنفشه، در واقع یک اثر فامیلیاریتی یا یک اثر آشنایی در گوش گوینده ایجاد میکنید که حتی ممکنه فکر کنه که پس این خوب هست. این هست که دوباره تکرار نکنید چیزی که نادرست هست. این نکته اول. این در واقع یک جور پژواک باور ایجاد میکنه در کسی که خودش این حرف رو زده و فکر میکنه که حرفش قابل اعتماد هست. دوم این هست که اگر میخواید که با کسی صحبت کنید، اول سعی کنید یک نقطه مشترک رو با او پیدا بکنید و در اون مورد حرف بزنید. در این مورد مثلا روغن بنفشه، اگر کسی به شما گفت روغن بنفشه، شما میتونید بهش بگید که من میدونم که تو مثل من بسیار نگرانی در این مورد ویروس که داره اتفاق میفته. پس این خودش در واقع یک نقطه مشترکی هست که از اونجا ما میتونیم
بحث رو شروع بکنیم، که اون وقت اون اعتمادش به شما مقداری جلب بشه که بدونه که شما متوجه شدید که این از روی دلسوزی برای شما داره مطلبی رو میگه، حتی اگر اینکه نادرست باشه. سوم این هست که به اون ناسزا و دشنام نگید. این چه چیز مزخرف بیهوده یه که شما به من گفتید. این باعث میشه که اون شخص متاسفانه بره به کسان دیگر بگه، ولی نظرش راجع به شما یا راجع به مسائل درستی که شما بهش میگید در واقع تغییر بکنه. این هست که سعی بکنید با مهربانی این مسائل رو مطرح بکنید. در این حال اگر که به کسی میگید این حرف به نظر من پایه علمی نداره و نادرسته، سعی بکنید که یک حرفی که پایه علمی داره رو اونجا برای ایشون شرح بدید. اگر که شرح ندید، هنوز یک خلأی در فکر ایشون هست که شاید اگر شما اون رو با یک موضوع درست و بر پایه علمی جایگزین بکنید، این کمک میکنید. یا اگر در فضای مجازی میبینید کسی یک در واقع درمانی رو داره راجبش حرف میزنه که پایه علمی نداره و میبینید که کس دیگری زیرش کامنت نوشته که گفته که این نادرسته، هیچ اشکالی نداره که شما هم انعکاس بدید که این نادرسته. یعنی دو بار، سه بار، چهار بار گفتن نادرست کمک میکنه به کسی که این مطالب رو میگذاره که متوجه بشه که داره اشاعه اطلاعات نادرست میکنه و به این فضای اینفودمیک داره کمک میکنه. این هست که گفتم، این رو من به عنوان مقدمه خدمت دوستان عرض بکنم که با دیگران چجوری باید سعی بکنیم صحبت بکنیم. اما اخبار بروز در مورد ویروس کرونا، یکی این که به نظر میرسه که انتشار این ویروس توسط کسانی که علائمی ندارن بسیار بیشتر از اون هست که ما تا حالا به اون مطلع بودیم. کسانی که علائم ندارن و شاید هیچ وقت هم این علائم رو از خودشون بروز ندن، میتونن این ویروس رو منتقل بکنن. و اگر کسی در خودش علائم نشون نمیده، دلیل نداره که اون ویروس اگر از بدنش به بدن دیگری بره، در بدن او هم علائم نشون نده. در بدن دیگری ممکنه ویروس مرگبار باشه. این هست که اگر یک کسی بگه من احساس بیمار بودن نمی کنم، پس ماسک هم نمی بندم، پس خیلی از توصیه های ایمنی رو هم جدی نمی گیرم و فاصله گذاری های اجتماعی نمی کنم، این در واقع مشکلی هست، چون ممکن هست که ایشون ویروس رو داشته باشه، خودش از او ناآگاه باشه و دیگری رو در معرض ویروس قرار بده و دیگری براش این ویروس متاسفانه مرگبار باشه. به نظر میرسه که کسانی که بدون علائم این ویروس رو دارن، بیشترشون بین سنین 20 تا 40 هستن، درصد یکم بالاترشون زنان هستن به نسبت مردها، و همینطور به نظر میرسه که به حدود به صورت میانگین 8 روز میتونن ویروس رو انتشار بدن، در حالی که کسانی که این ویروس رو با علائم میگیرن به نظر میرسه که دوره انتشار ویروسشون که میتونن ویروس رو در محیطشون پراکنده بکنن حدود 19 روز هست، یعنی بیش از دو برابر. اما دلیل نداره که کسی که بدون علائم باشه نتونه ویروس رو به دیگران بده. شاید بیش از 40% کسانی که این ویروس رو گرفتن از کسی گرفتن که خودش هیچ گونه علامتی رو نشون نمیداده. حالا اجازه بدید برسیم به یه مقدار پژوهش در مورد داروهای مختلف. یک دارویی هست به نام تایموسین الفا 1 یا تی الفا 1. این دارو نشون داده که مقدار زیادی مرگباری این ویروس رو در بیماران وخیم کاهش داده. این دارو در واقع میاد به یک قده‌ای به نام تیموس در بدن ما میگه که اون لنفوسیت ها، سلول های سفید خاص که در واقع کارشون ساخت پادتن هست، رو بیشتر ترشح بکنه. و به نظر میرسه که مخصوصا لنفوسیت های تی که بهشون تی سل هم گفته میشه، در این بیماران میتونه در صورتی که این دارو بهشون داده نشده باشه، مقدار زیادی کمبود پیدا بکنه و این دارو سعی میکنه اون کمبود رو مقداری جبران بکنه و خب این نشون داده که کمک کرده. و خدمتون عرض میکنم در گروهی که این دارو رو گرفتن، درصد مرگباری اینا گروه هایی بودن که در
بخش مراقبت های ویژه یا ICU بودن حدود 11% بوده، اما برای کسایی که در مقابلشون این دارو رو نگرفتن مرگباری حدود 30% بوده. پس این به نظر من مهم هست. مسئله بعدی این هست که چندین بار در این گزارش هامون در مورد ویروس کرونا ما به اون داروی ضد مالاریا که برای لوپس و روماتوید آرترایتیس هم استفاده میشه اشاره کردیم. حتی اشاره کردیم که آقای ترامپ هم گفته من به عنوان پیشگیرنده از این دارو دارم استفاده میکنم. این دارو که اسمش هایدروکسی کلوروکوین هست، الان به نظر میرسه که آخرین شواهد که ممکنه کارایی نداشته باشه برای مقابله با این ویروس. در بریتیش مدیکال جورنال که یکی از جورنال های علمی به نام هست در دنیا میاد و یک گزارشی میدن، میگن که افرادی که لوپس دارن و اونها اتفاقا این دارو رو به صورت معمول استفاده میکنن، هیچ درصدی از اونها فرق نمیکنه با دیگران از نظر اینکه به این ویروس مبتلا بشن، یعنی بیماریزایی این ویروس برای اونها کمتر نیست، در این حال مرگزاییش هم کمتر نیست و اینا کسایی هستن که اصلا همینطوری که هست این دارو رو مصرف میکردن. پس این یک مسئله. مسئله دیگه اینه که بر اساس یک متاانالیسیس که شروع کرد یک سری از این داده ها رو از مقالات مختلف علمی در یک جا جمع آوری کرد که نزدیک 100,000 بیمار کووید 19 رو تحت پوشش قرار داد، نشون داد که نه تنها این دارو به نظر میرسه که الان کمک نمیکنه برای بهبودی بیمار، بلکه حتی ممکنه برای بعضی از بیمارها مرگزایی ویروس رو بیشتر بکنه. به خاطر همین مسئله که در واقع سازمان بهداشت جهانی گفت که مرگزایی شاید بیشتر باشه و یکی از این جناح‌های پژوهشیشون رو در مورد داروی هایدروکسی کلروکوئین معلق کرد، برای اینکه فکر کرد که به نظر میرسه داده‌ها به اندازه کافی هست و شواهد هست که این دارو مؤثر نیست. دولت فرانسه هم که از قبل به صورت اورژانس یک اجازه داده بود که دکترها از این دارو برای این بیماران استفاده بکنن، اون اجازه اورژانس رو لغو کرد و دکترها رو بهشون گفت که استفاده از این دارو برای این منظور غیر قابل توجیه هست. در آمریکا که همونطور که عرض کردم ریاست جمهوری خودش شروع کرده به صورت پیشگیرنده این دارو رو خوردن، اما دکتر آنتونی فاوچی هم همون حرف سازمان بهداشت جهانی رو زده که به نظر میرسه شواهد نشون نمیده که این دارو کمک میکنه برای بهبودی بیماران کووید 19 و به نظر میرسه که شواهد بسیار مبهم هست در مورد این. حالا میرسیم به یک داروی دیگر که پیشتر از این یک بار راجبش در مورد یک مقاله‌ای که در استرالیا در دست اقدام بود صحبت کردیم. این یک داروی ضد انگلی هست به نام ایورمکتین یا ایورمکتین که به صورت خوراکی این دارو برای مثلا کسانی که کرم‌های سیستم هاضمه یا گوارشی رو دارن استفاده میشه و به صورت پماد برای کسایی که مشکل شپش دارن. اما اون حالت دارویش که به صورت اورال یا به صورت قرص هست به نظر میرسه که کمک میکنه برای کنترل رشد این ویروس داخل بدن. ما میدونیم که رشد این ویروس داخل پیتری دیش یا لوله آزمایش با این دارو حتما بارها کمتر هست، ولی در بدن انسان باید ثابت می شده. و در این مقاله‌ای که از فورت لادردیل در فلوریدا آمده که حالت چکیده مقاله هست و هنوز به حالت چاپ نرسیده، اونها میگن که این داروی ایورمکتین نشون داده که all cause mortality یعنی مرگباری این ویروس رو به مراتب کمتر کرده. پس ما انتظار داریم که اخبار بهتری در مورد داروی ایورمکتین به زودی بشنویم. همینطور حالا که صحبت از داروها شد، داروی رمدزیویر که شرکت گیلید این دارو رو میسازه که در واقع این دارو رو از قبل برای ایبولا ساخته بودن و الان نشون داده که میتونه دوره بیماری رو در بیماران وخیم کمتر بکنه،
اون در نیو انگلند جورنال آف مدیسین که یکی از جورنال های به نام آمریکا هست چاپ کردن که گفتن که 27% زمان برای بهبودی تقلیل پیدا کرده با استفاده از این داروی رمدزیویر و همینطور میگن که به نظر میرسه که مرگزایی هم ممکنه کمتر باشه اما زمان بیشتری لازم دارن که اون رو هم ثابت بکنن. داروی رمدزیویر یک داروی IV هست، یعنی از طریق وریدی باید از طریق خون باید تزریق بشه. این هست که این رو نمیتونید در خونه بگیرید و حتما در محیط بیمارستانی داده میشه. اما به نظر میرسه که اگر هرچه زودتر داده بشه شاید بتونیم این شدت و در واقع مدت بیماری رو کمتر بکنیم. همینطور یک مقاله دیگر در آمد که بیمارانی که به مدت 5 روز این دارو رو میگیرن در مقایسه با بیمارانی که به مدت 10 روز میگیرن نتیجهشون آوتکامشون با هم معادل هست. چون این دارو خیلی نادر هست و به مقدار کمی تولید داره میشه به نسبت احتیاجش، این خب یه کمکی میکنه که اگر کسی 5 روز این دارو رو گرفته دیگه دوزهای آینده رو به اون بیمار ندن، چون فرقی با 10 روز گرفتن نمیکنه. همینطور خدمت شما عرض میکنم که داروهای اینترفیرون که در واقع بدن ما خودش اینترفیرون ترشح میکنه، سلول های ما پیش از اینکه سیستم ایمنی از بیرون بخواد بیاد در خود سلول ها یک موادی ترشح میشن به نام اینترفیرون که نه تنها در اون سلول انتشار ویروس رو میتونه یواشتر بکنه بلکه اینها میتونن خبر بدن به سلول های مجاورشون که اینجا ویروسی هست، شما هم شروع به ترشحش بکنید. به نظر میرسه که این ویروسی که باعث بیماری کووید 19 میشه، یعنی این ویروس جدید کرونا، به مجرد ورود به سلول ها یک مکانیزمی داره که ترشح اینترفیرون رو در سلول های ما میتونه به مراتب کمتر بکنه و به نظر میرسه که یک نوع خاص اینترفیرون که به صورت دارو میشه به بیماران داد که در واقع تایپ 1 اینترفیرون هست، وقتی که به در حداقل در ظرف‌های آزمایشگاهی داده میشه به سلول‌های انسانی، سلول‌های ریه انسانی، فعالیت ویروس رو در اون سلول‌ها به مراتب کمتر می‌کنه. خود این پایه‌ای هست برای مقاله‌ای که در دست احداث هست که ببینن آیا این اتفاقی که در لوله آزمایش یا در ظروف آزمایشگاهی اتفاق می‌افته رو می‌تونن در شرایط بالینی و در مریض هم نشون بدن و یا نه. اینها اخبار دارویی بود که در مورد کرونا من جمع‌آوری کرده بودم. اجازه بدید 2 خبر دیگه هم بهتون بدم که این کمک میکنه در مورد اینکه ما الان که داریم بازگشایی میکنیم اقتصاد رو و یک سری خدمات رو، اینها رو مد نظر داشته باشیم. یک خبر هست از برلین در آلمان، در شهر برلین. یک گروهی وقتی که گفتن که خب دیگه الان میتونید وارد کلیساها بشید، یک گروه چند صد نفره رفتن توی یک کلیسایی برای یک روز یک شنبهی که برنامه کلیسا رو داشته باشن بعد از چند ماه که نتونسته بودن برن و از قبل برای همشون گفته شده بود، دم در هم گفته بودن که فاصله ها رو باید با هم رعایت کنید، هیچ کسی با کسی دست نده، دیگری رو در آغوش نکشه، فاصله هاتون رو رعایت بکنید، حتی روی صندلی ها در اون کلیسا با تیپ جاهایی گذاشته بودن که هر کسی بدونه با نوار چسب که بیش از این فراتر نباید بره و نزدیکتر به طرف مقابلش نباید بشه. یک برنامه 2-3 ساعته بوده و بعد از اون 2 هفته که گذشته تا به حال 107 نفر متاسفانه آلوده شدن به این ویروس و خب هیچ کسی هم که اونجا بوده احساس بیماری نمی کرده، ولی به نظر میرسه همونطوری که گفتم کسانی بودن، شاید 1 نفر 2 نفر در اون فضا بودن که اونها به صورت نداشتن هیچ گونه علامتی ویروس رو انتشار میدادن در هوا و اینها که در یک فضای بسته داخل نشسته بودن به مدت 1-2 ساعت و اون هوا رو تنفس میکردن احتمالاً از حد تعداد ذرات ویروسی که بیماریزا هست گذشتن و اونها مبتلا شدن. یک اتفاق خیلی شبیه این در ایالت آرکانزاس در آمریکا افتاده که 92 نفر از کسانی که در یک کلیسایی در اونجا رفته بودند
در بین تاریخ‌های مارس 6 تا 11 از بین 92 نفرشون 35 نفرشون که میشه در واقع 38% کل کسانی که شرکت کرده بودن الان ثابت شده که اونها هم آلوده شدن و از طریق تست آزمایشگاهی ثابت کردن این رو و از اونها 3 نفر تا به حال از بین رفتن و این رو هم در نظر بگیرید که کسانی که بیشتر به کلیسا میرن معمولا مسن‌تر هم هستن و در واقع در یک گروهی قرار میگیرن که آسیب پذیرتر هم هستن و به هر صورت 26 نفر دیگه هم به نظر میاد در یک چرچ دیگری کلیسای دیگری مبتلا شدن. درسی که از این میگیریم این هست که فضای بیرون تهویهش خیلی فرق میکنه با فضای درون. اگر که ما در جایی هستیم که در فضای درون هستیم و دیگران اونجا هستند وجود دارن، حتی اگر فاصله شون از ما بنده 6 فوت یا بیشتر باشه، این دلیل بر مسئولیت ما نیست. در فضاهای درونی به خصوص باید ماسک بزنیم و اون دیگران هم باید ماسک بزنن که انتشار ویروسشون مقداری محدودتر بشه و در این حال زمانی رو که ما در این فضاهای درونی داریم میگذرونیم رو باید به حداقل برسونیم وقتی کسان دیگری خارج از خانواده خودمون اونجا هستن. پس کاری که میکنیم این هست که اگر میخوایم بریم آذوقه بخریم از گروسری استور جایی، ماسک میزنیم و به صورت خیلی هدفمند لیستمون رو نگاه میکنیم، جای اونجا میریم، با کسی صحبت اضافه نمیکنیم و میایم بیرون. چون مدت زمانی که شما در یک فضای بسته هستید که در اون فضا ممکنه ویروس باشه، ممکنه که شما رو از اون حد تعداد ویروس هایی که بیماریزا در بدن شما هست، فرض بفرمایید 1000 ویروس هست، بگذرونه. در حالی که اگر از شما از کنار یک نفر که بدون علائم باشه در عرض چند ثانیه رد بشید، احتمال اینکه تعداد ویروس هایی که از اون به شما منتقل میشه از طریق هوا بیماریزا در شما باشه بسیار بسیار کم هست. این هست که فضاهای داخل رو مواظبشون باشید. اما فضاهای بیرون مقداری بهتر هست چون تهویه میشه، هوایی که از بازدم کسی دیگر میاد حتی اگر آلوده به ویروس باشه خیلی در فضای بزرگتری گسترده میشه، پس رقیق‌تر میشه. برای همین مثلا فرض بفرمایید شما در استخر عمومی اگر برید خیلی در معرض نیستید، اگر تعداد کسانی که در استخر هستن خیلی کمن و فاصله شون از شما دوره، چون استخر بیرونی هست، تحت آفتاب هست، درجه حرارت فرق میکنه، اشعه ماورای بنفش وجود داره، همه اینها. ولی اگه استخر داخل باشید دوباره شرایط فرق میکنه. این هست که گفتم این توصیه های ایمنی رو هم ازش پیروی بکنید، جدی بگیرید تا اینکه این مشکل ویروس رو در طول ماهای آینده بتونیم بهش فائق بیاییم. امیدوارم که همه سالم و سلامت باشید. سپاسگزارم که به این برنامه ما گوش فرا دادید. روزگارتون خوش.